دستتون درد نکنه. ای بابا اینجا کجاست بابا اومده؟ آقا ممنون. سنه میتونم فکر کنم اینجا بتونیم پیدا کنیم. نریز رو من، درست بگرد بابا. قشنگ یواش با دقت گیری کردی بابا. خب من برم. چشم ای کتاب سواتش شخ. آقا یک کیسه برنجیدی احیانم واسه ماست دا. شما روپی بودی ها؟ نریز رو من میکم. نریز قسن یواش بگم. بله چشم چشم. دقت کن بابا. چشم اینجا آزب باشی. قسن چجوری؟ نمیدونم والا. اردشیر 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 سلام. پیدا کردی؟ چی شد؟ من این برا گشتم هنو پیدا نکردم. اون برا اون تش مونده هنو پیدا نشد. خیلی خب ما اومدیم کمکت. کجا کمک شما؟ نه خوب نه دیگه بزنم کمک کنیم. نه بو میگیریم. نه چی کار کنیم؟ اشکال نداره. بده بده بده. خب باش 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 باش. بقیه اینجوری نمیشه. نه نه بابا جون برو از همون آقا از این ماسک و دستکشا بگی. نوید. بله ماما. این نیست مادر. نه نه آبی آبی مثل لباس شما روسش. آها بیا 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 ببینه. نه اینم نیست ماما، کیسه برنجه. خیلی خوب آرومتر پاشیدی همهر تو صورت من. چیزی پیدا کردی؟ نه بازم بگردی؟ باشه. بابا پیدا نکردی؟ نه ای فاک همه جان شما پیدا نکردی؟ نواخ تو چی بابا؟ بابا اینجا دیگه عمرم پیدا میشه. بگرد پیدا میشه بابا بگرد نغمه ها. چی شو؟ هیچی بابا پیدا نمیشه ای که ای بابا. آقا غروب شده خواهشم بفهم بیرون. از صبح داره گشتی پیدا نشده. بفهمید بیرون. خیلی خب حالا بذار. آقا خواهش میکنم تو رو خدا اجازه بده چند دقیقه دیگه بگردی. این چه حرفی خانم؟ اون مسئولیت داره. از صبح گشتی پیدا نشده. غروب شده همه دارن میرن. خواهشم بفهمید داره. اون مسئولیت داره. از کجا منو توی این مرکز باشه؟ شب بردن یه مرکز دیگه. ببین پول بهت میدم هر چقدر که بخوای. شماره حساب تو بده. من به این آقا گفتم انگار پیدا کردن سوزن تو انبار کامی مونه. پیدا نمیشه. همش تفکیک شده، بسته بندی شده. خواهشام بفرمایید بیرون. خب آقا من نوکرتم قربونت برم. دو دقیقه باش باش. دو دقیقه به ما وقت بده. اگه پیدا کردیم پیدا نکردیم هر چی شد بعد دو دقیقه ما رو با لگد بنداز بریم بیرون. راست میگی دو دقیقه. فقط دو دقیقه. نوکرت قربونت. دست شما دست شما درد نکنه. بگرد بگردی ببینیم پیدا میشه یا نه. بگردین آخه تو این همه ما چجوری پیداش بکنیم؟ آخه کجاسته؟ خدایا خدایا آقا چرا من؟ خلو وقت امتحان آقا چرا من؟ چرا من؟ چرا من؟ بابا بلب کنید بلب کنید. بگردید 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 بلب برید کنار برید کنار بابا بلب کنید. فدا سر دردشی آقا. خدایا چرا خانه خانه من کلاس داده؟ چرا خانه خانه من کلاس داده؟ آقا این ببین این جیلگه فنگشو فشار میدی. بعدشی ولی کادلات چرا وایسادی؟ آره میبینی نغمه صبح تا شب دم خونه ما پلاسه. اینه این کرکس اینجوری داره. آی ولی وانمود نکن منو ندیدی.
بیا جلو مثل دوتا مرد با هم دیگه حرف بزنیم. الان وضعیتت یه جوری شده، این پول جوری این چشتو پر کرده، دیگه همسایت هم نمیبینی؟ اردشی چیه؟ چی میخوای بگی؟ چی شد اردشی؟ چی من میبینیم ولی میخواد بیاد اینجا. من خواهش میکنم جلو منو بگیرین، جلو منو بگیرین، من نمیخوام آبروش رو. ای وای، به من گفتی واسدا اونجا بودم. بله. حالا اومدم اینجا واسدادم. بله. ها؟ جانم حرفتو بزن. سلام به همگی. سلام. بوی زباله از کجا میاد؟ حرف حساب چیه؟ بگو ببینم. من حرفی ندارم. اصلا دیگه اصلا مهمه من که چه حرفی بزنم؟ خودت بریدی، دوختی، پوشیدی، پیشقصتش هم گرفتی، دیگه چه حرفی میمونه؟ اصلا مگه برات مهمه؟ اردشیر چالنگری برای تو مهمه ولی؟ این خانواده بدبختش برای تو مهمه؟ اصلا برای تو مهمه که چرا اون هزار یه دوزاری انگوش گذاشته رو خونت؟ نه برات مهم نیست. اصلا برات ببین ولی بین ما هر چی بوده تموم شده و تمام و تمام. آره تمام شده رفته. بله پس فعلا میرم تا روزی که برای همیشه برم. اون موقع دیگه خوشخوشانت میشه اردشیر خان. دیگه مثل هر روز مجبور نیستی سرت گردنت اینجوری بشکنی، خیزان همینجور مثل گرباقه بزنی بیرون. دیگه حرفی نمونده. تو به گول خودت وفا نکردی، هرچی گول دادی زدی زیرش. من تا کی میموندم پای طلبم که بشه ارث؟ برسورش بیافته گردن ورسم؟ آقا ولی دور از جون. خدا نکنه امو ولی. آقا ولی چرا فریدون گیر داده به خونت؟ چرا؟ نه برای مهمه؟ نمیخوام بدونم. نزن آقا نزن، با این موتور زبون بسته چی کار داری؟ من اصلا یه سوال دارم ولی. این درسته تو به رفاه و آسایش خودت برسی ولو به ضرر همسایت؟ نه الان راحت باش، منطقی جواب منو بده، این درسته؟ برو حالا دیگه واسه من منطق بازی در میاره. اگه 11 سال پشت گوش انداختن بدهی همسایه درست باشه، بله اینم درسته. گرشنه سن نمنده. شب بخیر آقا ولی. بله. سب کن، اگه من تمام بدهی های اردشی رو بدم حله؟ واقعا؟ نه دیگه اما خانم دیر شده، من تمام سهمم رو واگذار کردم به فریدون. به نوید خانم گفتم که به باباش بگه تا روز محضر وقت داره که سهم منو بخره. این زباله موش از کجا میاد بابا؟ نزن ولی جان نزن بابا، این موتور زهاب داره، الان در همسایه میریسم بیرون. آقا ولی اگر شده مسکن مهرم رو بفروشم، خرج مهر فک و فامیلم بکنم، این کارو من میکنم دیگه. تا این حد از خودگذشتگی هم نیازی نیست. نه ببند پسرمون، دهن قشنگ تو ببند. دو وقتی بزرگتر دارن صحبت میکنن، شما خوب نیست که این آهو بپری اون وسط. از اینجا چی کار میکنی؟ منزل؟ چشم نوا؟ بله منزل. نغمه؟ منزل. عمه؟ منزل مهر رو برای چی میخوایی بفروشی؟ من اصلا راضی نیست. عمه تو کاری به این کارا نداشته باش. آقا چیه محله رو گوشی رو سرتون؟ چرا مراعات نمی کنین؟ دعوا دارین؟ برین یه جا بشین مثل 4 تا متشخص با هم صحبت کنین. چرا مثل جارچی ها به طرب میکوبیم؟ کوچه که جایی نرفانی؟ نکوب برای همینه. ببخشید من عذرخواهی میکنم، واقعا شرمنده. الهی فدای قلب مهربونت بشه عزیزم. صفا آوردی، قربون قدمت، خوش آمدی، محله رو گل بارون کردی، اطلسی خوش اومدی. سلام. سلام سلام. اسم مشاور عوض کردی؟ بله. چی گذاشتی؟ رنگین. فقط یه ره اضافه کردی؟ آقا تو بیا. سلام. یه کمان رو میگه عقبش میشه رنگین کمان. بخیر. نبا بدو دیگه، منم میخوام برم همون. خیلی خب بابا میاد دیگه. این بو از جونمون در نمیاد. او تو هم بابا. خب باشه الان نوا در میاد، دونه دونه میریم مثل سهمان میکنیم، قشنگ کیسه میکشیم، این بوه میره دیگه. اینم از امروزم.
شانس نداریم که. همون نغمه میگم، از قدیم گفتن خدا چو ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. قربونت برم عمه که در رحمت تو به روی ما باز کردی، اما من واقعا ته دل راضی نبودم که به خاطر من برادرزاده عزیزتر از جونت خونتو بخوای بفروش. من کی گفتم خواهم خونمو بفروشم؟ همین نمونده که سقف بالا سرمو سر پیری از دست بدم. وا عمه خانم، پس چرا با آقا ولی گفتین میفروشین؟ من فقط میخواستم دل آقا ولی به رحم بیاد، وگرنه من سر پیازم تای پیازم که جور شما رو بکشم. تو باغ زردالو بابا تو، حق برادر تو به باد فنا دادی. من میخواستم اون پیرمرد مقر بیاد که نم پس نداد. عمه جون حالا خوب شد شما از این راز ما خبردار شدی. این را به را بیکار میشی، طلاب میزنه تو سر من، طلاب میزنه دیگه. این فرق سر دیگه اینجوری پخ شده، انقدر زدی کوبیدی تو سرم. من تو سرت میزنم؟ میدونی اگر بابات به جای من بود با چی میزد تو سرت؟ با چی میزد؟ با بیل و کلنگ و پتک آهنگریش. آره بس میگه. خوب شد آقا چون نفهمید، یعنی رسما نابود شده بودم. بازم ممنون که شما انقدر لطیف میزدید. نوا بیا بیرون دیگه. میگم من میخوام حالا این وقتشه داریم با کی اسمس بازی میکنین؟ بعد به تو جقنم جواب پس بدن؟ دارم با اون شرکت یک کلاهبرداری کرده دارم پیامک میدم. انشالله که جوابم بگیم. نه بابا دیگه بابا نمیاد بیرون که. میگم عمه، یعنی الان واقعا هیچ راه دیگه نمونده؟ تعمه رو نگاه کنین شاید. نه نمونده هیچ. من به جای تو باشم بین خونه رو بفروش برو ولایت، اونجا مفید تری. بعد بیکار نشین اردشیر، برو ببین فریدون به چه دلیل میخواد این خونه رو بخره، چون خیلی مشکوکه. اگر نفعش رو بفهمیم به عنوان اهرم فشار میتونیم ازش استفاده کنیم. یعنی بذارم زیر فشار ها؟ آفرین آفرین، چقدر قشنگ گفت. آفرین به عمه خودم که اینقدر با سیاست. نوا بیا بیرون دیگه. نمیخوای بخوابی آقا ولی؟ چرا اینقدر تو فکری؟ دلشاد هه؟ فکر این خانواده خوابم ازم گرفته، نمیدونم چیکار کنم باهاشون. خب الا اون کاری که فکر میکنی درسته اون کارو بکن. تو فکر میکنی چیکار کنم باهاشون که درست باشه؟ الا اون کاری رو بکن که اگه اردشیرم جای شما بود همون کار رو انجام میداد. تو که اخلاقشو میشناسی. تیزگه ایچر یا سوخت. مونده ولی 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 چه؟ چرا هرم میدی؟ ببخشید ببخشید. ها چی میخوای بگی؟ ولی فکراتو کردی؟ بله فکرامو کردم. دمت گرم. بس پشیمون شده دیگه؟ نه خیر پشیمان نشدم. نشد؟ نه نرو. این قرارمون نبود. آه.
جان که شده برج 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 اینم که تهرانه کل شباسه چی زدین اینجا خونه جاش تا بیزنه اینا چیه دیگه بابا بابا چی سر در نمیارم که معلوم هست دنبال چی میگردین؟ نقشه گنج خب معلومه دیگه خانم اینجا دنبال چی میگردن؟ نقشه طرح و توسعه محله چه میدونم محله ما تا 1400 تغییرات هیچ طرح و نقشه ای واسه محل شما نیست بی خودی هم اینجا رو نگردین اگه هیچ طرح و نقشه ای برای محل ما نیست پس چرا این هزار خانی میخواد خونه ما رو بخره؟ من چه میدونم خب برین از خودش بپرسین ببین خانم اینجوری بر من جواب نده من انقدر اینجا میمونم تا تتوی این قضیه رو در بیارم باشه وایسی میسم نوید نوید بیا بله مرسه خانم سلام گفتن که بلد نیستی برو به این دو نفر در خونه شما دنبال چی میگردن ببخشید سلام علیک مگه دارن چیکار میکنن نمیدونم یه چند ساعتی هی از این ور اونور عکس میگیرن بعدم یه چیزایی مینویسن تازه یادم اومد چند روز پیش من اینا رو اینجا دیده بودم نکنه دزد مزدن اومده رصد کنن نه قیافشون به دزدا نمیخوره مگه به قیافه است الان دک و پوز دوستو خیلی آدم حسابی شده تشخیص نمیتونی بدی که تازه خیلی هاشون کشور خارج هم میرن کارشون هم با کارت بانکی انجام میدن کجای کاری بچه جان آخه تو زر خونه ما چی کار داره؟ نکنه به بهونه خونه شما خونه ما رو نشون کردن برای دوستی؟ مگه شما چیز قیمتی تو خونه داری؟ تو به اموال منقول غیر منقول من چی کار داری؟ برو یه سرگوش من بده نمیتونه خودم برم چشم چشم برو بچه پورو سلام سلام داری چی کار میکنی؟ ای بابا باست رو خوردی زمین چه؟ پاشو برو عکستو بگیر چلنگری این چه وضعیه؟ شما تا صبح هم بگردین چیزی پیدا نمی‌کنین. آره من پیدا می‌کنم. من قضیه گفتن اون که میجوره آخر سرش پیدا می‌کنه. آخه چرا پیدا می‌کنین؟ نکنین اینا پاره میشه. من جواب مردم رو باید بدم. آره من خودمم مردمم. من کیم؟ پس منم مردمم. جواب منو کی میخواد بده؟ باشه آقا. اون موقعی که آمدم راه انداخته بودی چه؟ من خودم کارمو بلدم. اینا به هم نریز. چرا خانم؟ آقا چیکار می‌کنی؟ اونا یکیش گم شه من چیکار کنم؟ ایده خب بابا جمع می‌کنم آخر سر دیگه. جمع می‌کنم. می‌کنم. خب برو جمع کن. یک برخور مردم کن الو بابا سلام نوید جان الو بابا خوب آنتن نمیده صدات بد میاد چی؟ دکل؟ بابا یه جا واسه دور دکل مخابرات؟ اینترنت؟ بابا چش ازش اونور ندار من خودم رسوندم آره آره خداحافظ چه خبره تو آقا چی کار میکنی؟ بچه کو بچه کو بچه الهی ببیرم از صدای جیغ پری آخه چه خبره که آقای چلنگری قندقشو بهش دادی چه خبره بچه رو برمیداری با اونو جمع کن اونو بردار کثیف میشه الهی بمیرم ماما الهی بمیرم ترس کردم که اشتباه شده حالا
دیگه هر چقدرم خسارتش بشه رو تخم چشام تقدیم حضورتون میکنم. فقط شما رضایت به من بده. اگه خدایی نکرده رضایت ندید اونجا پلم میشه، یه درد نوخوردن میفته. حتما اون دوتا قول داشتم که من تا اعتراض میکردن این گونی سیب زمین اینجا اونجا میکردن. دیگه من خجالت ندید، فقط اونا نیستم، خود من هستم، راننده هست، نگهبان. اوه این کمپ فجزنی همه خدم و حشم داره. آره پس نجات جان بیمار نیست، نجات جیب شماست. اینو بگو آقا، حالا مگه اونجا چقدر درآمد داره شما اینقدر حقوق میدین؟ در ما 10 تا 20 تا معتاد به ما رجوع. رب کنم اجازه بدین. 10 تا نفری یه تا من اصلا 20 تا شما 20 تا شو حساب 20 باشه، 20 تا معتاد نفری 1,000,000 میکنه 20 میلیون. آقا یه پیشنهاد دارم برا. در خدمت. ببین شما الان هیچ نخوای بدی باید 10-20 میلیون خسارت به سلفی، درسته؟ نه اگرم من رضایت ندم حتما میام اونجا رو پلم میکنم. نه خدا شما نه. هم که نمیخوای اونجا پلم نه بشه. نه. خیلی خوب، جهنم زرر. آقا با چریک میشم. هزاری ببین من میدونم. آره میدونم. چیو میدونم که چرا دست گذاشتی رو اون خونه؟ کلی پول توش خوابیده. آره اردشیشا کدوم پول؟ بابا الان هر کس هر معامله میخواد بکنه خب باید توش سود ببره. بعد میگم آقا بله الان من تو کمپ ترک اعتیاد ایشونم سرمایه گذاری کردم. تو اینم سرمایه گذاری کردی؟ بله. تو خجالت، تو واقعا کیه زری؟ تو واقعا کی؟ تو خودت داشتی از اونجا فرار میکردی. تو حالا ولش کن تو که آدم نمیشه که. اما این فرق میکنه، اینجا قراره ماه به ماه سود بیاد تو اون جیبت. آره اردشیر سرزوری رو احسا من را نرو و باره بینیم بابا. ببخشید بابا من تو همین کمپم ماهیانه سود میگیرم. آقا اصلا بله. به من چه؟ تو هر جایی میخواد سود بکنی سود بکن، چه حالا این کمپ باشه، اون کمپ باشه، نیو کمپ باشه، هر کمپی باشه. اما من ببین، من میرم به ولی میگم، بالاخره اون حق داره بدونه که قراره تو حیات خونش یه دکل به این بزرگی. اون موقع هر چی پول میخواد بیاد دستش تو برداری، تو کاسب شی. آره خداحافظ. اردشی میری بگی؟ بله میرم بگم. اون منم میدونم. چیو میدونی؟ چیو؟ داستان اون دلارایی که تو پاکت اشتباهی آوردی. آقا جون عزیز من شما برو، اوکی بودی فردا زنگ بزن من کارتو ردیف کنم، نبودی دادگاه میبینمت. دادگاه شیرگه قرومتو برم ببین. اما فقط یه چیزو دقت کنه، معتاد بیمار نیست، معتاد یه قلک پوله که هرچی میتونی بدوشین ازش پول در بیارین. آره بفرمایین. اردشی جا اینجا رو بخون. لطفاً در معامله دیگران دخالت نفرمایید. یعنی چی؟ آفرین چقدر قشنگ نوشتی، چقدر قشنگ گفتی. پس نفرمایید دیگه آقا، نکن تو زندگی من دخالت نکن. نه من کی کردم؟ آره ببین اون دلار رو امانت پیش من میخوام به صاحبش برگرد. برگرد فکر کردی آتو گرفتی ازاری؟ آره میتونی من سوء استفاده بکنی. کور خوندی اصلا، برو بیرون داد بزن، فریاد بزن، یعنی تو چه هر کار بخوای بکنی بکن، کیو میخوای بترسونی؟ خب نظری یه چیزی بین من و تو مونده بود یادته؟ آره بود. راز من، راز تو راز من. حالا خود داری باشه یعنی همه چی رو میدونن. آره دیگه خیلی خوب. آره میدونم. عدی جون منه رو ببین، اینا رو همه میدونن. این چیه؟ این که بچه آقای کاوه چالنگری بعد از 11 سال هنوز 3 دنگ خونش به اسم خودش نیست. فکر میکنم داستان خیلی جالبی باشه برای خانواده آقای چالنگری. آره جالبه. آره خیلی جالبه. شاید برای گلبک خانوم و داماد تو سمان خانوم هم جالب باشه. چی جالب باشه؟ که چرا اون خونه رو میخوای؟ آره ای قربون آدم چیز فهم مردی جون، قرار نیست کسی چیزی بگه. تو اگه عاقل باشی من زندگی تو این رو میکنم. شفق جونم آقا، بابا یه دو تا چای بیار. چشم آقا چشم.
سلام آقا ولی. نوید آقا حالا چطوره؟ ببین نوید آقا دارم بهت بگم، اگه باز اومدی راجع به خونه و بابا و نه از اون خیلی مهمتره. مهمه؟ بله. بگو ببینم این خبر مهمی چیه. ببین آقا ولی، من الان از مدرسه اومدم، بعدش اینجا این یه الان بهتون میگم. ببخشید جانم بابا. الو نوید، نوید بابا یه دفعه چیزی جلو ولی نگی ها. راجع به همین اینترنت و مهندس و این تکل مکلا دیگه. آخه چرا؟ خودم میام بعدم بهت میگم. نوید بابا بپیچونش، بپیچونش بابا. باشه خدافظ. چون شد نوید آقا؟ آقا ولی الان که فکرشو میکنم ببینم چیز مهمی نبود. منم وقتی فکرشو میکنم آقا میبینم شما همه تون یه تختتون کمه. خب یه بار دیگه من توضیح میدم، خواهش میکنم دقت بکنین، حواستون جمع بشه دیگه. ببینید این سفره ایران ماست، این وسطش هم تهران ماست، این گل هم خیلی طولانی میشه، سخت میشه، بذاری من اینا رو رد میکنیم میرسیم به این بشقاب. این بشقاب چیه؟ پشت بوم ماست. اینم دکله. مخابرات به کسایی که دکل رو پشت بونشون میذارن ماهانه یه پولی بابتی اجاره میده. بمی صادقی دیدین گفتم این فریدون جلب یه نقشه ای داره. راست میگه. بله همینطوره، اما فکر کرده. ببین ما الان کاری که میکنیم میذاریم این معامله شکل بگیره، بعد با فریدون شریک میشیم. حالا چقدری هست؟ حالا حوشه یه 3-4 تومانی هست. 3-4 تومن؟ بله بله. حالا فهمیدم قسمت وجدانش کجاست، برای همینم هست که به آقا ولی نمیخوای بگی. اصلا ازت انتظار نداشتم اردشیر. نه اما چرا همه چی رو خلط میکنی تو؟ اون ولی که رفته پولش رو گرفته، ماشینش رو گرفته، داره اشغالش رو میکنه. بعد شما اینو در نظر بگیر، ما اگر این کار رو بکنیم میتونیم بدهیامونو بدیم، برای نوه جهیزی جور بکنیم. این بچه تبلت میخواد، چند وقتی میخواد من ندارم براش بگیرم. خودتو این همه لباس میخوای، طلا میخوای، هیچی من برات نگرفتم دیگه، همه شرمندت بودم. برای عمم یه چیزی میگیریم دیگه ها. این خونم دیگه کلنگی شده، سوسک داره. دمت کرد. ولی به نظر من با آقا ولی بگیم بهتره. بابا فیل کن. خیلی خوب. بفرمین بفرمین، اما غذاتون سر شد. حالا حتمیه که تو خونتون میخوان دکل بزنن؟ آره انگار قضیه جدیه. ولی نه وا اینا شایعه سا. الان دم خونه ما هم یه دکل هست، ولی نه سرطان گرفتیم نه طوریمون شده. گفتم امواج ماکروویو، نگفتم سرطان هم مثل ماکروفر زود به عمل میاد. سرطان ها طول میکشه. آره اینم حرفیه. حالا میخوای چیکار کنی؟ مبارزه. با کی؟ با بابات؟ شما حاضر سرتا بکنی تو ماکروویو؟ حاضر این مغزت بپزه؟ میتونه امواج ماکروویو رو تحمل کنی؟ بله دخترم کاملا میتونم تحمل بکنم. 5 دقیقه سرمو میکنم اون تو مغزم کاملا بپزه. چرا چرت و پرت داری میگی دختر؟ اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ ماکروفر توش غذای دیشب مونده یه نغمه رو میذارن، 2 دقیقه گم شدم بخوره بره کار زندگیش برسه. بابا من میخواستم ماکروفر رو بخرم، نغمه این نذاشت، هی گفت آقا ضرر داره، زیان داره، سرطان میگیری، کوف میگیری، فلان. بفرما الان دیگه با این شرایط عمرم بتونیم ماکروفر بخریم؟ دوتا شم هم نمیشه خرید. باش راست میگی؟ آره بابا همه چی رفته بالا، این دلار که میکشه بالا، نغمه همه چی میکشه بالا. یعنی اون سرویس چینی هم نمیتونم بخرم؟ چینی دیگه چه، اصلا ملامین هم نمیتونی بخری، چینی میخوای بخری؟ بابا میگم وضعیت اصلا یه افتضاحیه اصلا. بابا بابا چی بابا؟ بود؟ بابا چه کاریه داری میکنی؟ روانی مگه تو؟ بابا زهرم ترکید. امواج ماکروویو دقیقا با روح و روان شما همین کارو میکنه. یعنی میترکی؟ ای وای من دیگه به چه زبونی به شما توضیح بدم؟ به زبون ساده تر. از این ساده تر؟ بله.
به خاطر چندر قاسپور دارین سلامتی خودتون و خانواده و اهالی محل رو به خطر میندازین. این خودش یه جور آدم کشی پدر من. بفرما بفرما. قاتلم نبودیم که الان قاتلم شدیم. تحویل بگیر تحویل بگیر. من این همه راجع به ضررای انباش فکر زدم. من عمرم بذارم تو این خونه دکل نصب کنید. حالا ببینید. هوی 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 نه چیزه، منظورم اینه که چیزه، یه لحظه اسمش یادم رفت، خواستم بگم دخترم ها چی بود اسمش؟ اینا همه تحصیلات انباجه ها. پدرت هم ها؟ پدرم این احترامتون هم واجبه، ولی من کاری که به ضررون باشه انجام نمیدم. چی؟ ببین چقدر وقی شده، جلو رو پدرش وامیسته. ببینم میخوای با من با اردشیر چالنگری با پدرت در بیفتی؟ اگه مجبور باشم به خاطر سلامتی خودتون بقیه بله در میفتم. میبینی چقدر وقی شده؟ همش تقصیر تو با این شیوه تربیت کردنت. تقصیر منه؟ پس تقصیر عممه؟ بیچاره عمه. نه منظورم اینه که خب اگه تقصیر ایشون نباشه خب تقصیر اصلا تقصیر منه. تقصیر منه. تقصیر همه چی تقصیر منه. سلام. سلام بابا. سلام مادر. بابا یه کمی دقت کن دیگه نغمه جان. به چی دقت کنم دقیقاً؟ جان. بیا بیا بیا. میبینی عمه؟ هر وقت خودش کم میاره میندازه تقصیرم. این عادتشه بابا. کشوندمش پای میز مذاکره. آفرین بابا. آفرین بابا به افتخار میخورم. آقا ولی تو حیاط منتظر شماست. اردشیر. اردشیر جان نگاه کنی 11 سال باش رفاقت داشتم تا حالا من اینجوری صدا نکرده. قربونت برم بابا. به به آقا ولی میبینم نشستی رو کنده اونم تنها. اردشیر این بیا این از مغازه آوردم بخور. آخ دست درد کن من عاشق اینام. اردشیر اول با من بگو این قضیه راسته؟ قدوم بخشش 4 میلیون. آره یکم بالا یکم با این همین. ایزونم سرم فریدون. اردشیر فردا صبح میریم مغازه فریدون. اصلا به زنگ نمیزنیم. نه میخوام رخ تو رخ باش صحبت کنم. دمت گرم. میخوای معامله رو فسخ کنی یا؟ فردا میفهمی. ببین به هر حال ما 11 سال تو ضرر و زیان و روزای سخت کنار هم بودیم. چرا نباید الان پشت هم باشیم؟ واقعا درسته. چی شده؟ بابا این همه چی یه تیکشون تو گیر میکنه. حالا اونو نخور. بابا همه مزهش به اون تهش ها. تو اصلا موضوعی که من گفتم یادت رفت. نه من پشتتم پشتتم. داشتیم فریدون خان؟ این گشت و معامله نیست؟ ها؟ گشت چیه آقا ولی بیا بیشیم نیم چی میگی؟ مگه تو نگفتی این خونه رو برای دخترت میخوای؟ گفتم. مگه تو نگفتی از خونت خوشم میاد به اصطلاح اصالت داره؟ گفتم. مگه تو نگفتی از محلش خاطره داره؟ گفتم. مطمئنه تو همین چیزو به من گفتی؟ گفتم. حالا که چه؟ ولی نگفتی قراره اونجا دکل بزنی ما 4 میلیون به جیب بزنی. 4 میلیون؟ ها آقا ولی خلاف ورز دونستن. 4 میلیون چیه؟ بابا جون اونجا زیر این قیمت هاست درسانی. مگه ما اونجا رو معامله نکردی؟ اونجا ملکمه. من هر کاری که دلم خواست توش میکنم. کسی ربطی نداره. بعدشم آقا جون یادت رفت من اونجا رو 2 تومن بالای قیمت بازار حتی گرفتم. سرمایه گذاری کردم. الان میدونی چقدر طول میکشی که این پول برگرده؟ ده نمیدونی؟ اگه میدونی که یه حرفا رو نمیزدی. یعنی پس نمیدی؟ پس حرفشم نزن. تموم شد آقا جون. تو میدونی من اونجا چقدر خرج کردم؟ پیل بدم پیل. تو چرا داری این حرفا رو میزنی؟ عجب یه دست آقاش تو. شفق جونم آقا یه دونه چای بیار واسه آقا ولی. بله چشم. دوتاش کن یه دونه واسه این آدم فروش. بله. Thank you.
نوا جان مادر چای تو بخور زود برو، مگه نگفتی پروین منتظرته؟ بعدش هم رفتی اونجا با این بن کالایی که به دادن از فروشگاه خرید کن. خب زود بری یا هرچی تو فروشگاه است جارو میکنن میبرن. چش میگم مادر فقط زیاد خرید نکنی یا 4 تا پودر بگیر، 5 تا روغن بگیر، 2 تا سرخ کردنی باشه، 2 تاش پخت و پز باشه، بعد 4 تا رب گوجه فرنگی بگیر، دستمال کاغذی بگیر، پوشک بچه. ما پوشک بچه دیگه برای چی؟ ما که اصلا بچه کوچیک نداریم. به قربونت برم، شاید انشالله به امید خدا فردا ازدواج کردی، بچه دار شدی، بچت پوشک نمیخواد. او کو تا اون موقع، تا موقعی که پاسد شده پوشکا. عزیزم من به فکر آیندتم، بده به فکر بچتم. نه این کار توه؟ میخوای با بابا در بیفتی؟ از قدیم گفتن حرف حقو بزن، حتی اگه به ضرر تموم بشه. من کوتا نمیام. ببینم تو مطمئنی؟ بله خانم، این آقا دیگه این تصویرشه. شرکت موجنت اصلا یه هفته قبل انتصاب شما درخواستشو داده بود. خب پس چرا درخواستش تو کارتاب نبود؟ نمیدونم خانم، من هم چیزی پیدا نکردم. میخواین دوباره بگردم؟ نه نمیخواد جانم، هرچیه زیر سر این سروش خلیلیه. ما از طرف آقای هزارخانی اومدیم برای دیدن حیات و پشت بوم. آها خب بذارین از همسایه‌مون بپرسم. مادر من اصلا لازم نیست با آقا ولی و دلشاد خانم چیزی بگی، اجازه نده بیان تو. خیلی خب مادر، دوست که نمیخواد بیاد تو. کیان اردشی؟ آه این ببین چیه؟ چی؟ خیارو چیه؟ خیاری چیه؟ خیار؟ تو خونت خیار نداشتی؟ بابا این عینک رو بده من خودم نمیبینم. بیشته خیارات از جمعه خیار خیار قبن خیار بابا خیار چه میدونم بابا، از همین اصطلاحات دیگه، اینا خودشون استفاده میکنن همیشه هم به نفع خودشونه. خیار میار فریدون خان، پس شما نمیخواید فسخ بدید؟ آقا جون طبق قولونه در صورت فسخ باز جنوالی 50% قیمت خونه رو به عنوان ضرر زیان بدی. داری بدی؟ وای 50% یعنی پول نصف خونه دیگه. آه اون خیاره که گفتم اینها همینه. مرد سوی من پول از کجا بیارم بدم به تو؟ خیلی خوب، پس طبق قرارداد انشالله در موعد مقرر تو محضر میبینم تو دیگه. ولی بابا تو که گفتی میخوام فسخش بکنم که ولی بابا دیدی که نمیشد، باید ضرر زیاد میدادم. داری بده. آه من پول خودت هم ندارم بدم، از کجا بیارم؟ چقدر سفتن اینا. بله دلشاد سن نو لبتی ها وای چی؟ سبله گرم فریدون خان چی شده؟ شما اجازه بده فریدون خان. جونم آقا ولی، دو نفر اومدن هم حیاتو میخوان ببینن هم بالا پشت و برو. واسه چی؟ دو نفر اومدن خونه ما؟ حالا اجازه بده اومدن موقعیت دکل رو ببینن. خب مرد حسابی میذاشته ما میرفتیم بعدم میومدن. کاری نداره آقا ولی، یه اندازه کوچولو میزنن. از دست تو فرید دلشاد بذار بیان ببینم. بذار بیان ببین. نه اردا گالسون نال اردا، من خودم خودمو میرسنم اونجا. اردشیر سوار شو بریم. من اومدم آقا وایسا منم بیا. اردشیر یه دقیقه شفا من دارم میرم، حواست جمع کن الان میام. چشم سیاه ببینم بالاخره کار خودتو کردی دنلن. جون تو من اصلا حرفی بهش نزدم. ببین دیگه الان همه خبردارن دیگه، الان شرکتی ها اومدن خودشون میفهمیدن دیگه. نه آره خیلی خوب، بیا با هم میرم. نه من با ولی میرم. بیا بریم کار دیگه. جون تو با ولی میرم. بابا ماشین هستی که با ولی میرم دیگه. نه دست بابا کاری نمیخوام بکنم. نه ولی ها ولی آقا ولی
با اون بار دیگه مدلش بالاتره. شما بریم ما پشت سرت میام. بیا بابا می بیا کارت دادم. مترو بگیر ببینم اینجا مترو چقدره. بفهم. آزادش که آزاد. خوش خوش. بگم هاش کنم اجازه هست ببینیم پشت شما مترو بزنیم. مگه نصف دکل ضرر نداره؟ نه خانم، کی همچی حرفی زده؟ این کارتون غیر قانونیه. کار ما کاملا قانونیه خانم. شما اصلا حق ندارین امواج سرطان‌زا رو بذارین رو سر مردم. خانم تشریف ببرید، بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. نوا کجا؟